نشست علمی آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی یک شنبه شب مطابق با ششمین روز از ماه مبارک رمضان سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با حکم روزه برای پیرمرد و پیرزن فرمودند: گاه پیرمرد و پیرزن از لحاظ وضعیت جسمی به گونه ای هستند که نمی توانند روزه بگیرند، که در این صورت روزه گرفتن برای آنها لازم نیست، اما در برخی مواقع امکان روزه گرفتن دارند، اما روزه برای آنها سختی و مشقت دارد. لذا بر اساس آیه 185 سوره بقره که خدای متعال برای شما حکم را آسان خواسته و تکلیف را سخت نگرفته، چون دوچار عسر و سختی می شوند. در چنین شرایطی بین روزه نگرفتن و روزه گرفتن و تحمل سختی کردن و سپس قضای آن را به جا آوردن مخیر هستند. معظم الله با تأکید بر حرمت نداشتن تحمل عسر و سختی فرمودند: تحمل عسر و سختی حرام نیست، بلکه جایز است، چرا که روزه گرفتن سبب ارفاق و نه الزام شده است. لذا پیرمرد و پیرزن مخیر هستند که تحمل سختی کنند و روزه بگیرند و یا روزه خود را افطار کنند و پس از ماه مبارک رمضان قضای آن را به جا آورند. ایشان در رابطه با برخی از مواردی که شامل عسر می شود فرمودند: به نظر من عسر فقط شامل پیرمرد و پیرزن نمی شود، بلکه حتی شامل جوان 20 ساله است که دچار عسر می شود. البته منظور از عسر گرما و نظایر آن نیست، بلکه شامل مواردی همچون ضعف بنیه می شود که روزه گرفتن برای او سخت می شود، اگرچه دچار حرج که به معنای عسر شدید است نمی شود. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. نه میگه مرخصه، باید نی چون اشکال نداره، اشکال نداره، فقط فرقش اینه آدم 40 ساله اگه حرج شد براش روزه، روزه رو میخوره و فدیه نداره برای شهر رمضان، فقط اگه قضا نکرد فدیه داره. اما شیخ و شیخه دلیل خاص داره که اینا 5 نفرن، دو تاشون شیخ و شیخن، که اینا وقتی که روزه میخورن ماه رمضان برای خوردن در رمضان باید فدیه بده. چیه؟ اجازه یه روزه خوردن امتنان نی؟ بله، ولی امتنانیه که خب در اون 40 سال هم هست. آره خود دلیل داره دیگه، نه نه اولاد داره. کلمه امتنان ما نمیخواییم، الا میگید مقام امتنانه. مقام امتنان اگه دلیل مقابلش بود دست بر میداریم از امتنان. امتنان یک استظهار دیگه، بیش از این که نیست. اشکال نداره، ای بینداره، بگید حکمت، اما به رخصت میفته یا به الزام ترک صوم؟ رخصت یعنی چی؟ یعنی حق داره بخوره، حق داره نخوره. محل خلافه، ببینید آروه داره، محل خلاف شدیده بین فقها. بله قبول دارم. من قبول دارم محل خلاف شدیده، ببینید آروه و حواشیش را فقها ها نسبت به شیخ و شیخ خلافی که دارن نسبت به حامل مقرب و مرزق علیه طلبه اینقدر اختلاف ندارن.